و هر جام که به هر حال کمیتم لنگ میشه و یه موقعیتی پیش میاد، از فرمای فرنگی و موقعیت های در صورت قصه نویسی امروز هم استفاده میکنیم. این قصه در هر صورت در هر فکری و در هر ذهنیتی که میاد تعریف خودش رو پیدا میکنه. از تعریف های سیاله، مثل 90% از تعریف هایی که در خصوص مسائل ادبی و مسائل هنری میکنن، اصلا دقیقا خود این که داستان چی هست، خود این که قصه چی هست، خود این که افسانه چی هست، اینها با هم دیگه چیز داره. من یه وسط مثلا فرض میکنیم قصه خیلی 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 رئال یا واقعی، بیهونی یه افسانه هم مثلا میذارم توی این که ترکیبی از همه اینا بشه خودش.